glad that talk shows, you got Hillary Clinton to go to your wedding. You got you, Gabe. 7.7 magnitude earthquake hitting northeastern Afghanistan, fell hundreds of miles away. بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی باز هم در حضور شما هستیم و برنامه از گپ گپ میخیزه امروز پنجشنبه 18 سنبله سال 1395 هجری خورشیدی برابر با 8 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی را تقدیم حضورتان میکنیم و طوری که از نام این برنامه پیداست ما روی یک موضوع صحبت میکنیم و میبینیم که از این موضوع یا از این خبر یا گزارش چه گزارش های دیگه به اصطلاح تولید و تکثیر میشه، یعنی از گپ گپ میخیزه. تا جایی که به مشاهده رسید و طی 2 سال و اندی ما دیدیم نمود بیرونی اختلافات میان اشرف غنی و عبدالله از یک سو و درگیری مسلحانه بین گروه های خودسر یا ملیشیه های جنگ سالاران از سوی دیگر و بالاخره نمایش قدرت در روزهای مخصوص یا روزهایی که مخصوص ساخته میشه یا نمایش قدرت در مراسم سالگرد شهادت احمد شاه مسعود فرمانده جهاد افغانستان مشکلات در افغانستان را به شدت افزایش داده است. 18 ماه سنبله سالگرد شهادت احمد شاه مسعود از فرماندهان مجاهدین این کشور است، فردی که از وی در قانون اساسی افغانستان با نام قهرمان ملی یاد شده و بنیاد هم به نام وی برای رسیدگی به امور خانواده های شهدا و مجروحین دوران جهاد افغانستان تأسیس شده است. با این حال مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت وی هر ساله به نگرانی جدی برای برخی در افغانستان تبدیل شده است. هواداران مسعود، افراد و اشخاص بی‌بندوبار و خودسر که متاسفانه از آدرس و نام وی سوء استفاده می کنند و بازم متاسفانه بیشتر از قوم تاجک هستند، هر ساله مراسم سالگرد وی را به نمایش قدرت خود مبدل می سازند. از جمله کارهایی که در این روز توسط حامیان مسعود یا آنهایی که خود را به نام طرفداران مسعود جا می زنند در جاده ها و خیابان های کابل اجرا می شود، مثلا تزیین موترها با تصاویر وی و اقدام به تیراندازی هوایی و گاهی هم زمینی که تاکنون جان چندین نفر را گرفته است. برخلاف سالهای گذشته و در پی افزایش ناامنی ها و به خصوص حملات اخیر در کابل، رسانه ها قبلا نسبت به عملکرد هواداران مسعود یا طرفداران مسعود یا این افراد بی‌بندوبار و خودسر در مراسم که اجرا شد هشدارهایی را داده بودند. تلویزیون های افغانستان از صبح دیروز با درج زیرنویس در شبکه های خود و همچنان در صفحات فیسبوک همواره از حامیان مسعود خواستند تا مراسم سالگرد شهادت وی را به گونه آرام و بدور از رسم های هر ساله از جمله تیراندازی هوایی و زمینی برگزار کنند. مقامات افغان نیز از برگزار کنندگان سالگرد مسعود خواسته بودند که از تشکیل و راه اندازی کاروان های مسلح در جاده ها و خیابان های شهرهای بزرگ به خصوص پایتخت یعنی کابل خودداری کنند. طوری که به مشاهده رسید مراسم بزرگداشت سال روز ترور احمد شاه مسعود امروز در کابل تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، اما با وجود آن یک انفجار
در ساحه تایمنی شهر کابل رخ داد. این انفجار ناشی از یک بم مغناطیسی بود که در یک بایسیکل در کنار جاده تعبیه شده بود. وضعیت صحی یکی از زخمیان هم وخیم خوانده شده است. این انفجار باز هم تکرار شاید باشه، خدمت شما عرض میکنم که در ساحه تایمنی شهر کابل رخ داد. در این حال امروز در این شهر صدها تن از هواداران احمد شاه مسعود به جاده ها آمدند و برخی از آنها دست به شلیک های هوایی زدند. کاروان های موترهای حامل این افراد با پرچم زمان حاکمیت مجاهدین یعنی سبز و سفید مزین شده و بر موترهایشان عکس های از قماندان جهادی افغانستان دیده می شد. قبلا گارنیزیون کابل که مسئولیت امنیت شهر کابل را به عهده دارد گفته بود امروز به کسی اجازه گشت و گذار با اسلحه در داخل شهر داده نمی شود. اما طور که مشاهده کردیم از وجاهت و از بزرگی یک شخصیت ملی به چه ترتیب طرفداران ندانم کارش می کاهند. اگر مسعود واقعا قهرمان ملی افغانستان هست، مسعود اگر در دل هر فرد از افراد این کشور جا دارد که باید جا داشته باشد، نباید طرفدارانش او را چنین خرد و خمیر و توهین کنند. مگر در جهان در روزهای مخصوص، مخصوصا در روزهای ملی، به همین شکل از بزرگان خود یا از قهرمانان خود تجلیل به عمل می آورند؟ در ایالات متحده آمریکا روزهای زیاد است که مردم آرام بدون سر و صدا در داخل چوکات و بر وفق قانون به خیابانها می آیند، از بزرگان خود تجلیل می کنند و از کارنامه های او یاد می کنند که اگر کارنامه داشته باشند، و یا ای که از طریق رسانه ها مخصوصا تلویزیون ها و رادیوها در موردش صحبت می کنند. بنان کار رکه طرفداران احمد شاه مسعود یا از آدرس قوم و منطقه احمد شاه مسعود انجام میتن، جزی که از بزرگی یک شخصیت بکاهن دیگر کاری را پیش برده نمیتوانن. بریندار جمان با هم میرویم و بخشی از گزارش رادیو آزادی را که برای شما انتخاب کرده هیم یک جا میبینیم، با ما باشید. مراسم بزرگداشت از هفته شهید و یادبود از 15مین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود روز پنجشنبه در کابل برگزار گردید. رئیس اجرایه و برخی از اعضای کابینه در چهارراهی احمد شاه مسعود در کابل به خاطر یادبود از شخصیت احمد شاه مسعود اکلیل گل را گذاشتند. علاوه بر این در خیمه لوی جرگنیز در این مورد مراسم خاص برگزار شده است که در آن سرور دانش مامور دوم رئیس جمهور، رئیس اجرایه، برخی وزرای کابینه، مقامات پیشین دولتی و مردم عام اشتراک کرده بودند. سرور دانش مامور دوم رئیس جمهور می گوید که دشمنان افغانستان حملاتشان را به خاطر شدت بخشیدند تا نشست بروکسل را تحت تاثیر خود قرار بدهند. و روز پنجشنبه در مراسم یاد بود از هفته شهید در کابل گفت که اکنون افغانستان با توطئه‌های بزرگ روبرو است و برای حفظ عزت و وحدت ملی نیاز است تا افغان‌ها هم دست شوند. پاسداری از حریم استقلال و عزت کشور و مبارزه با مداخله‌گران و دشمنان خارجی این مرز بوم و تأکید در مرحله دوم بر حفظ وحدت ملی و همدلی و برادری تمام اقوام کشور. در این رابطه باید یادآوری کنیم که امروز ما در هر دو عرصه با توطئه‌های گسترده مواجه هستیم. وی همچنان گفت برای بیرون رفت از این وضعیت باید اجماع ملی به میان آید و به شمول سیاسیون همه مردم باید در برابر تروریسم استادگی کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه که در این مراسم حضور داشت گفت که در وضعیت کنونی مردم انتظار تصمیم قاطع مجاهدینند و ایجاب میکند هر کس متوجه مسئولیتش باشد. که یک تعدادی از روشن فکر نمای ما میگن که خامی کسایی که از عامر صاحب باقی ماندن چرا مثل ما روار احساساتی نیستن؟ چرا می یک روز کلی چیز در هم و بر هم نمی کنند که قصه خلاص شود؟ این تفسیر آرام بشنویم. اما سلامت راه شهدا
عزت ایران ایجاب میکنه که ما را در هر مرحله در هر شرایط ما ببینیم که مسئولیت ما چیست و کدام چیز به خیر و مصلحت مردم است. آقای عبدالله میگوید با حاشیه رفتن مجاهدین افغانستان با ناتوانی روبرو خواهد شد. از سوی هم احمد ضیاء مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب میگوید که اختلافات میان شخصیت های سیاسی وضعیت افغانستان را با چالش روبرو ساخته است. به نظر می رسد یعنی تقریبا بعد از چند سال که مراسم سالگرد شهادت احمد شاه مسعود برای دولت مردان افغان از حساسیت خاصی برخوردار شده که البته پیشبینی این نگرانی ها نیز سخت نیست و دلایل خود را دارد. در ماه های اخیر در حالی که 3 هفته به پایان قانونی حکومت وحدت ملی باقی مانده است، اختلافات 3 ساله میان اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان به رویارویی آشکار کشیده شده است. در هفته های گذشته دو رهبر دولت کابل یک دیگر را به بی‌کفایتی و عدم اجرای توافق حکومت وحدت ملی همچنان عدم برگزاری لوی جرگه متهم کردند. با این حال پیشتر نیز شایعات در مورد برکناری عطا محمد نور سرپرست تاجک ولایت بلخ توسط اشرف غنی مطرح شده بود. این شایعات زمانی قوت گرفت که او برای حضور در نشست بزرگ رهبران جمعیت اسلامی متشکل از رهبران قوم تاجک وارد کابل شد و این حضور با انتقادات شدید عبدالله از غنی همراه گردید. برخی از کارشناسان معتقد بودند که عبدالله در آستانه برگزاری نشست حزب جمعیت اسلامی از عدم حمایت این حزب نگران شده بود و انتقادات وی از غنی به منظور جلب رضایت مجدد آنها بود، از زیرا پس از تشکیل حکومت وحدت ملی برخی از مجاهدین و تاجک ها از او حمایت کردند. به سهم قابل قبولی در حکومت وحدت ملی اما نرسیدند. بنابراین با ادامه موضوع معذرت میخواهیم با ادامه موضع انفعالی عبدالله در دولت کابل، عبدالله بیم آن را داشت که در انتخابات احتمالی پیشرو، یعنی انتخاباتی که در حزب جمعیت اسلامی صورت میگیره، تاجکا و به ویژه حزب جمعیت اسلامی از وی حمایت نکنند. عطا محمد نور یکی از چانس‌های مطرح برای آینده تاجکا به ویژه حزب جمعیت اسلامی افغانستان است. خدمات او در زمان تصدی ولایت بلخ بارها تقدیر شده است. برخی دیگر از کارشناسان نیز می افزایند که از دیگر نگرانی های عبدالله عدم برگزاری لوی جرگه و عدم تغییر نظام ریاستی به پارلمانی است که در آن صورت با توجه به پایان حکومت وحدت ملی سمت ریاست اجرایی به طور عملی کارایی لازم را ندارد و شاید وی مجبور به پایان به حیات سیاسی خود در کشورش شود. بنابراین به نظر می رسد هواداران مسعود در سالگرد شهادت وی این بار با هدف نمایش قدرت خود جهت محکم کردن جایگاه تاجکا در حکومت وحدت ملی پای به میدان بگذارند، چنانچه پای به میدان گذاشتند. با این حال درگیری تاجکا با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به همین جا ختم نمی شود. مشکل بزرگتر از غنی برای آنها در دولت حضور جنرال دوستم است. وی در همان روز اول پس از اعلام نتایج توافق سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی و رسیدن به سمت معاون اولی اقدام به لشکرکشی نظامی در برابر حزب جمعیت اسلامی کرد. افراد مسلح دوستم در همان شب اول معاونیت وی به ساختمان معاون اول کرزی هجوم برده و با تصرف این ساختمان از حضور احتمالی دکتر عبدالله و تیمش در این ساختمان جلوگیری کردند. دوستان پس از مدت با یاران به اصطلاح مسلحش به شمال افغانستان کوچ کرد و در آنجا درگیری های میان افراد وی و عطا محمد نور شدت گرفت و حتی به اساس
گزارش‌های منابع داخلی و خارجی عده‌ای زیادی از پشتون‌های ناقل را با خانواده‌هایشان به قتل رساند. پس از درگیری‌های متعدد افراد وابسته به دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با افراد حزب جمعیت اسلامی در شمال این کشور، عطا محمدی نور از رهبران حکومت وحدت ملی تقاضا نمود تا جلوی خودسری‌های دوستم را بگیرند. درگیری‌های حامیان عطا محمدی نور و جنرال دوستم بیشتر در ولایات فاریاب و سرپل به وقوع پیوسته است. چنان که عطا محمدی نور در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که با وجود تماس‌هایی که با وزیر داخله لویدریستیز و سرپرست امنیت ملی افغانستان برقرار نموده، هیچ اقدامی در این مورد از سوی مقامات حکومتی صورت نگرفته است. این در حال است که بشیر احمد تهیج، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم و از اعضای پارلمان این کشور در یک مورد به صدای امریکا گفته بود که عطا محمد نور از نفوذ حزب جنبش اسلامی در شمال افغانستان نگران است و از گذشته برای جلوگیری از گسترش این نفوذ تلاش کرده به دنبال تخریب این حزب براید. به نظر کارشناسان، با وجود اختلافهایی که در درون حزب جمعیت اسلامی و سران تاجک افغانستان وجود دارد، اما فرارسیدن سالروز ترور احمد شاه مسعود توانست با احتمال زیاد قدرت نمایی تاجک ها و اتحاد آنها را در نمای بیرونی تا حدود نشان بدهد. بنابراین باید منتظر مان که آیا در آستانه سال روز وفات احمد شاه مسعود، همزمان با نزدیک شدن به هفته های پایانی حکومت وحدت ملی، همچنان آغاز به کار مشران جرگه و ولوسی جرگه و در مجموع پارلمان افغانستان، اتحاد تاجک ها در مقابل تیم اشرف غنی از یک طرف و حامیان دوستم از سوی دیگر که به نمایش گذاشته شده است، مؤثر واقع خواهد شد یا خیر؟ از آنجایی که رویارویی های قومی در کابل بیشتر از هر زمان دیگر امروز محتمل است، نهادهای امنیتی باید در هفته شهید و در روز گرامی داشت از مبارزات احمد شاه مسعود تدابیر ویژه روی دست گیرند. در حالی که این هفته هفته شهید است و مربوط تمام شهدای افغانستان است، اما بیشتر روزنامه ها، جراید یا در مجموع رسانه های افغانستان در مورد مسعود صحبت میکنند. فراموش نکنیم که قماندان عبدالحق نیز از شخصیت ها یا از شهدایی بود که یا از شهدایی است که در راه آزادی افغانستان و در راه آرامی مردم افغانستان جان عزیز خود را از دست داد، اما ایهاد که هیچ کس از او نامی نمی برد و در هیچ صفحه از تاریخ و در هیچ صفحه از روزنامه و جریده یادی از وی نمی شود. نباید به هیچ تفنگ به دست غیر مسئول اجازه گشتزنی و خیابانگردی در این هفته داده می شد. اگر نیروهای امنیتی مثل سال گذشته خیابانگردی های عده تفنگدار غیر مسئول را تحمل کردن، امکان آن داشت که حوادث خطرناک رخ بدهد. کینه های قومی امروز بیشتر از وقتی دیگر تشدید شده است. خاکسپاری مجدد بقایای حبیب الله کلکانی، اگر بقایای از جسد وی مانده بود یا مانده باشد، منشأ حوادث غیر قابل پیش بینی بود. جنرال دوستم در برابر خاکسپاری او در تپه شهرآرا مخالفت کرد. این امر سبب شد که کابل در آستانه یک رویارویی قرار بگیرد. این حادثه یک تعداد از پشتونها را تحریک کرد تا کارهای غیر قانونی یا رجزخانی های قومی را سر بدهند. به صفحات فیسبوک از 10 روز به این طرف نظر بیندازید. صفحات فیسبوک نمونه بارز از اختلافات قومی در افغانستان را به نمایش میگذارد. این عقده ها انباشته شده یا این عقده های انباشته شده کابل را تهدید میکند که فقط یک جرقه کافی است تا حوادث ناگوار
در این شهر اتفاق بیافتد. حتی نگرانی از رواندا شدنی کابل هم بی‌مورد نیست. نیروهای امنیتی باید خیلی محتاط باشند و اجازه ندهند که جرقه زده شود و کل کابل را آشوب فرا بگیرد. سازمان امنیت ملی افغانستان حتما می‌داند که چه کسانی پشت سر نمایش‌های خیابانی تفنگداران غیر مسئول در هشته در اجده سنبله هستند و چه کسانی در جریان خاکسپاری تابوت‌های مربوط به حبیب الله کلکانی و یارانش چه تحریک‌هایی را نبود که انجام ندادند. به این اشخاص و افراد باید توصیه شود تا دست از این حرکت‌های خطرناک و ضد منافع ملی افغانستان بردارند. اگر اشخاص و افرادی که پشت سر سازماندهی نمایش‌های هینچونینی هستند به توصیه مقامات امنیتی وقتی نگذارند، باید بازداشت شوند و حداقل تا زمانی که خطر نمایش‌های خیابانی منتفی نشده در زندان باقی بمانند. کوچکترین غفلت نیروهای امنیتی پیامدهای بزرگی دارد. ما مشاهده کردیم بارها که نیروهای امنیتی فقط نظارگر اوضاع و حوادث بودند، مخصوصا اوضاع و حوادث اینچونینی، چنانچه در حادثه دمزنگ کابل ما مشاهده کردیم که با وجود چندین انفجار و حملات انتحاری قوای امنیتی از خود کدام عکس العمل یا واکنش نشان نداد. نیروهای امنیتی و مسئولین تامین نظم و امنیت در کابل برای جلوگیری از نمایش‌های خیابانی می توانند همکاری سیاستمدارهای برخواسته از حوزه شمال، جنوب، غرب و شرق کشور را هم جلب کنند. جناب رئیس اجرایی که از آدرس قوم تاجک به مقام ریاست اجرایی رسیده اند هم باید نقش خود را به حیث رهبر فعلی این حزب ایفا کند و از حوزه نفوذش اگر نفوذی داشته باشد بخواهد تا از هر نوع اقدام تحریک‌آمیز در مراسم گرامی داشت از احمد شاه مسعود بپرهیزند. گرامی داشت از مسعود باید به معنای گرامی داشت از مقاومت ملی علیه طالبان و پاکستان باشد، نه مقاومت یک قوم خاص یا یک منطقه خاص و یا یک زبان و یک تبار خاص. با نمایش‌های خیابانی خطرناک و وحشیانه نباید تصویر زشت از دوران مقاومت ضد طالبان و شخص احمد شاه مسعود ارائه شود. نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان سیاستمداران باید چنین اجازه ای را به طرفداران خود و به هیچ کس ندهند. مسئولیت هر دم از زد خورد، قتل و بی‌نظمی در مجموع در قدم اول به سران حکومت و بعد به نیروهای امنیتی برمیگردد. نباید نهادهای امنیتی و سران دولت از مسئولیت شانه خالی کنند و اجازه دهند که کابل دچار آشوب شود و اتفاقات ناگوار رخ دهد. میگویند از گپ میخیزد. طوری که به مشاهده میرسه و بیانیه ها و صحبت های رئیس اجرایی شنیده می شود و دیده می شود، ایشان در این اواخر مخصوصا در دو سه هفته اخیر بسیار عصبانی و نگران به نظر می رسند. در هر از هر جای و از هر مکان برای گفتن صحبت های خود یا درد دل خود استفاده می کنند. از گپ می خیزد. از اظهارات تند عبدالله چنین استنباط می گردد که او نهایت برافروخته و عصبانی است. رئیس اجرایی دولت وحدت ملی، چنانچه رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در عکس العمل با سخنان اخیر کرزی که ملا عمر را پادشاه افغانستان خوانده بود گفت و هیچگاه پادشاه افغانستان نبوده و نخواهد بود.
عبدالله با انتقاد از سخنان کرزای اظهار داشت. ملا عمر قاتل مردم افغانستان بود و همانطور که اکنون بخشی از کشور در اختیار طالبان است، در زمان وی نیز بخشی از افغانستان تحت کنترل طالبان بوده است. من در اینجا یک روشنی بسیار کوچک می اندازم، بدون آنکه خدای ناخواسته از گپ بخیزه و بدون آنکه من کدام موضع‌گیری خاص در این مورد داشته باشم. زیرا در نزد مردم افغانستان جنایتکار جنایتکار هست، یا جنایتکاران جنایتکاران هستند. چه پشتون باشند، چه تاجک باشند، چه هزاره باشند، چه از هر جای و از هر نقطه افغانستان باشند. و جانب جناب دکتر عبدالله من فقط تصحیح میکنم ایشان که ایشان فرمودند که طالبان فقط بر بخش از افغانستان تسلط و کنترل داشتند، در حالی که من فکر میکنم تقریبا 98 تا 99 فیصد خاک افغانستان تحت کنترل طالبان بودند، که به تحریک پاکستان ایران نباید فراموش کنیم که دست به تجاوزات و حملات گوناگون تای سالهای متمادی زدند. و از جانب برازی که از هان دوستان و عزیزان و مخاطبین خود سعی قلبتم ای را اضافه میکنم که حبیب الله کلکانی برای مدت 9 ماه زمام امور در افغانستان به دست داشتن و طالبان برای چندین سال حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان خود ساخته بودند. و از نظر عملکرد هم عملکرد مشابه بین ای دو گروه، یعنی گروه ملا عمر و گروه حبیب الله کلکانی بود. هر دو سرها را بریدن، هر دو گروه به توپ بستن مردم، هر دو گروه تاراج کردن، هر دو گروه تجاوز کردن، هر دو گروه آثار تاریخی و افتخارات افغانستان را به باد دادن. بناهن تفکیک به گفته خود دکتر عبدالله که تفکیک طالبان یا تفکیک دشمنان کار درست نیست. صفحات تاریخ ما خواه درخشان بوده، خواه مقدر بوده، خواه سیاه بوده، خواه سفید بوده، نمایانگر واقعیت هاییست که نسل نو افغان یا نسل نو وطندار ما باید به او مراجعه کنم. در صورتی که این تاریخ ها یا این کتاب های تاریخ یا هر آنچه که به نام تاریخ یاد میشه توسط افراد و اشخاص واقعا بی‌طرف نوشته شده باشه، نه ای که افراد و اشخاص یا به نام مورخ میآیند و سرگذشت ها و داستان های زندگی خود را می نویسند و بر پشت این کتاب ها و این تاریخ ها می نویسند. تاریخ دوره فرض کنین امانی یا تاریخ دوره سدوزایی یا هر عنوان که اسم از نمی خواهیم که نام ببرم، به خاطر از اینکه یک واقعیت است که هیچ کس نمیتونه کتمان کنه. رئیس دولت اجرایی افغانستان یا حکومت وحدت ملی افغانستان تاکید میکنه که مردم افغانستان ملا عمر را با عنوان پادشاه خود نپذیرفته بودند و هرگز نخواهند پذیرفت. خدمت چون عرض کنم که در تاریخ افغانستان مردم افغانستان هیچ وقت نتانستن اراده خود به نمایش بگذارن یا اراده خود تمثیل کنن. منظور از پادشاه مردم، منظور از پذیرش مردم یا قبول کردن مردم، ما نمیدانم که چی است. چطور امکان داره یک ملت که به یک باره از امیر امان الله خان جانبداری میکنه و به او بیعت میکنن، چی میشه که فقط در یک شب یا در یک روز یا در 72 ساعت همه چیز تغییر میکنه، باورها تغییر میکنه، عقیده ها تغییر میکنه، برداشت ها تغییر میکنه، میرن به سراغ فردی که در یک گوشه یک دهکده مصروف کاروبار و چون به خلوت میرویم آن کار دیگر میکنیم است. در رابطه با آنچه دکتر عبدالله در مورد اظهارات کرزی ایراد نبود، نظر شخصی عبدالله است و من نمیخوایم در این مورد تبصره بیشتر کنم. نهایت نکات را که باید ذهن جناب دکتر سبب ما سیقل میدادم او را خدمت شما عرض کردم و اون به جانبداری از طالب یا جانبداری از کسی نبود. فقط خواستم ایشان را تصحیح کنم که طالبا بر یک بخش از افغانستان حاکمیت نداشتند، خواه خوب خواه خراب یا با مو کارنامه سیاه خود که چی کارنامه های سیاه از خود گذاشتند، اما دوره ایشان
چندین سال دوام کرد، فکر میکنم در بیش از 4 سال، و حکومت حبیب الله کلکانی یا زمامداری کلکانی فقط 9 ماه را در بر میگرفت، در حالی که هیچ کدام هیچ یک از اینها اگر قرار باشه که بر اساس اراده مردم یا تمثیل اراده مردم زمام امور را به دست گرفته باشند به این شکل نبوده. اخیراً حامد کرزی در کنایه به هواداران کلکانی گفته بود در لندن که ملا عمر نیز پادشاه افغانستان بود و باید برای او فاتح خانی برگزار کرد. سخنان کرزی عکس العمل تند کاربران فضای مجازی فیسبوک و توییتر را در پی داشته است. بیندار جان، ما بسیار زیاد معذرت میخواهیم به خاطر که از وقت کم میخواهیم استفاده از امیر به عمل بیارم، به این دلیل شاید بعض وقتا کلمات از پیشم فرار کنن و یایی که به جای استفاده شوند که متعهد توان کوشش میکنم که همچی یک کار را انجام نتم، اما اگر اشتباهی از من میشه امیدوار هستم مرا ببخشین. میریم با هم و این ویدیوی جالب را مشاهده میکنیم، یعنی اظهارات حامد کرزی و بدنبالش عکس العمل جناب رئیس اجرایی دولت خداداد اسلامی افغانستان، و از جانب من هیچ کنم تبصره نخواهد شد، من فقط قضاوت به شما میگذارم، قضاوت فقط خودتان کنین که خدای نخواستن نشه که باز از گپ بخیزد. میرویم و با هم این ویدیو را مشاهده میکنیم. تلویزیون آریانا خوب گفت، زیر خاک شده بود همین تعداد کامده اگر دو قوت برادری برابری در ایران بیران بکنه ایران برد میکنه بلا مادمار شا بود یا نبود؟ بلا مادمار بود بود چه اون کجاست؟ او را بجرم همین فاتحا گرفت دست مادم رفت او را بیرم به ایزا کفر کنن. گفته هایی که اینجا در بزرگداشت از هفته شهید و 15 سال روز شهادت قهرمان ملی با واکنش تند رئیس اجرایی روبرو می شود. دکتر عبدالله ملا عمر را مؤسس یک دوره تاریک در کشور دانسته و او را جنایتکار می خواند. کس سوال کرد از یک نفری که در یک محفل بوده. خوب نفر شاید به احترام گفت که پاچا بود. خوشبختانه که اینطور شخصیت جنایتکار مثل ملا عمر که خون ده ها هزار فرزند بیگناهی کشور از عالم، از آمیر، از دهقان، از زن، از مرد، از متعلم، از معلم گذاشته و این رسم بد و سیار در این کشور جاری ساخته، هیچ وقت او فضل خدا به پادشاهی افغانستان نرسید. در کنار این، دکتر عبدالله رئیس اجرایی از خاطره ها با احمد شاه مسعود یاد میکند. مملکت ما پس مانده، امروز هم دچار جنگ است، و اگر همگی نسل آینده هم در بیسوادی غرق باقی بمانه، پس امید به آینده هم نمی باشه. امروز ما مسئولیت دفاع را داریم. مملکت اشغال شده می گفت در اون زمان، در زمان شوروی ها. مسئولیت ما اینه میست که دفاع کنیم. اما فردا این مملکت باید ساخته شد. و ساختنش به اینمی درس است، به اینمی تعلیم. مرزای باز، ما و شما می خواهیم نفس راحت بکشیم، ولی با کمال تأسف که مشکلات داریم. عامر صاحب شهید فلانای دوری که داشت می گفت که مرزهای جغرافیایی افغانستان باید حفظ شود، حراست شود، نگهداری شود. فردا پنجشنبه 18 سنبله برابر است با 15 سال روز شهادت قهرمان ملی. از این روز همه سال شهروندان کشور به گونه باشکوه بزرگ داشت می کنند. اما درست قبل رئیس خب بینیده ارجمند مطوره که لحظات پیش خدمت شما گفتم، مکنم تبصیری در مورد اظهارات رئیس اجرایی نمی کنم و همچنان اظهارات را که حامد کرزی در لندن کرده و قضاوت هم میگذارم یا داوری را میگذارم به شما، و اما آنچه که من میخواهیم خدمت شما عرض کنم عبارت از ایست که من خودم تا حد توان کوشش میکنم حقایق یا واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان یا جامعه خود به خورد مردم بتم، بدون ای که از کدام جناح، از کدام حزب، از کدام قوم جانبداری کنم. واقعیت واقعیت است و فضل خدا امروز از برکت این پیشرفته که در تکنولوژی صورت گرفته ما هیچ چیز نمیتونیم کتمان کنیم، هیچ چیز نمیتونیم به زور به خورد مردم بتیم و یا ای که سر مردم بقبولانیم.
بر صورت میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان و از شما عزیزان میشنویم که چه گفتنی دارین. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. درون او معزز رور مسکینیار صاحب، هیله ده سلام او درناوی می اومانی. تشکر دکتر صاحب، من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم. مهربان هستید، بفرمایید. با عزت ده خدای اوسی. مسکینیار صاحب، تاسی ده کتنی دوار اخبرونه پا دقت آورم او ده هیواد و رزنه و حالاتو پا حکلا درندی او مستند تبصری تحقیبوم او له حالاتو زن خبروم. منندوی دیم بریالی اوسی. زنده باشین، تشکر، مهربان هستین. آقل مسکینیار صاحب، په کابل کې د شهید د ورځې مراسم د یو شمیر معلوم کسانو لخوا ترسره شول. زه په خپل وار د خپل هیواد هغو ټولو شهیدانو ته چې د خپل هیواد او ولس دپاره فی سبیل الله خپله وینه صدقه کړي او دا سکم و دیرش کالا لهماغ ورزی چه دا ملت او وطن دلومدی شهید سردار محمد داود خان او دا حق دا هم سنگران و پاک وینه توی شوی او تر هم دیشی بی دا ملیونون بی گناه شهیدان و وینه توییگی او دا لره ادامه لری. خپل رب تا لا سات لپکوم چې ربا زمون ټولو ګران شهیدانو ته بهترین جنتونه په برخه او نور دا د وینې تویول په خپل حکمت سره بند او دی وینې تویونکو ته سخت جزا او ټغرې زمون له خاورې ټول کړي. آمین یا رب العالمین. درون مسکینیار صاحب، په داسې حال کې چې د ګران هیواد ټولو شهیدانو خاصتا هغو گمنام شهیدانو ته چې اقرن سوکی نوم هم ناخلی د جنت غوښتنه او درندو کورنیو خواخوږو ته د زړه صبر او زغم غواړم. ټولو هغو ځوانانو ته چې د جنګ او جنګ غوښتونکو څخه کرکه لري او ټولو هغو صلح غوښتونکو ته د قدردانۍ په درلودلو سره چې د ټولو تفاوتونو سره بیا هم د تفاهم او زغم په قبلول ځان د افغانستان د یو واحد ملت بچی بولي، د قومي ژبني سمتي او مذهبي شخړو څخه ځان ژغوري او خلکو یعنی ولس او ملت ته د خدمت کولو او د ملت د مشروع ګټو لپاره خپله ټوله انرژي په کار اچوي. هغو ته چې زړه او ژبه یې یوه ده، قلم او انسان ته احترام لري، د حق او حقیقت په لاره بې له ویرې او تظاهر څخه په مخ ځي، هېڅکله خپله ازادي د پردیو په غلامیو نه بدلوي او سر نه ټیټوي. د بې وزله انسانانو سره په مرسته کوي، په صدق او راستۍ د خلکو او وطن په خدمت بوخت وي. رازم خپل مطلب ته مسکینیار صاحب بخښنه غواړم، تاسې پوهیږئ چې زه دومره مسلکي نه یم، خو بیا هم کله کله قلم راخلم او څه کږې وږې کرښې لیکم چې البته خپل زړه او فکر پرې تسأل کوم. ما لیکلي چې د افغانستان شهیده، د شجاعت او د میړانې نمونه وي په جهان شهیده، د افغانستان شهیده، ستا د خدمت او قربانۍ کومه قصه ولیکم؟ ای زمون ګران افغان شهیده، ته د هیواد دفاع کې هم د ناموس دفاع کې پرهار پرهار وجود دزار شم. سردار شهیده، د افغانستان شهیده، د جګ مقام سختنه ای د افغان بچیه، خپل مزار باندې د کیک دمه د ګلو گیډې ګران د افغان شهید. هر جمعه به شمې بل کړم ستا په مزار، ته په سرو وینو لمبېدلې افغان شهیده، د افغانستان شهیده، تا د هیواد نه په دفاع کې سر په لاس نیولی او ستا په جرأت او شهامت دی وی سلام شهیده، ای ګران افغان شهیده، تا یادګارونه او قصې به تل ژوندۍ پاتې وي
د پاک وینې د رودنه په کابل شهیده، د افغانستان شهیده، د جنتو سردار ای د افغان بچیا، یادې تازه ساتو په زړونو کې افغان شهیده، ګران داود خان شهیده. انا لله و انا الیه راجعون. په ډیر درنښت د خدای په امان. تشکر ډاکټر صاحب، مهربان هستین، زنده باشین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام علیکم آقای مسکنیار. من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم. بفرمایید سر، بفرمایید. آقای مسکنیاری، کسایی که شعر میگه یا رکعت خلیل راغب رو که بگو در نه نه، خواهش میکنم، خواهش میکنم، بفرمایید. چی امر خدمت است؟ چی امر خدمت است؟ خواهش میکنم. خوش دیدم امرایتان صحبت کردیم. ما ضمنش تشکر از اینکه رهبر دوزار تجلیلش برای ما نشان دادن و خواهش میکنم سب. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان. بله، سلام علیکم. من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم، بفرمایید. سب یاسب، پروگرام خوب است، خوش دکارت رخش است، پروگرام دارم توصیف میکنم. پرافداریام نمیکنم، صرف یک گفت که دکتر عبدالله گفت در قسمت حامد کرزه گفت اگر ملا عمر پادشاه افغانستان بوده خیلی تو کشت آمده بالای سر از رو اونم رو فشگه پک بزنه خوب کار میشه. تو منظورتان خوب گفت چطور بود؟ من نفهمیدم، ببخش. همون که دکتر عبدالله با ولایت حامد کرزه میگه اگر ملا عمر پادشاه افغانستان بود خیلی تو خواهد بالای سر از آمدی و کشی از افغانستان. آه بله بله، خب بله بله خب بله خب ما همون چیزی که بودم بوده بله ما او را خود ما مو همون ویدیو را که در اختیار داشتم من بوده گذاشتم، من نه ایدت کردیم و نه دست دادیم. آه دیگه دمی صحبت های آه بله خود آه خود درست است. اما ما در ویدیو بله در ویدیو من نشدیم بوده، شاید عبدالله گفته باشم. من اما آران چه که در ویدیو بود من بوره انتخاب کردم، ما دست نزدیم دارم، این کار رو نمی کنم. درسته، 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 گپتان درست است، درست است، خواهش بکنم. دیگه سب خواهش شخصا علاقه مد مسئول است و گپ جداست و دیگه کار بله. ندارم سب همین گپ بلاد پشتم خلاص. تشکر، بله بله حق مسلم تونست، تشکر، تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. بله سلام علیکم مسکنیان صاحب. جان من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم، بفرمایید. مسکنیان صاحب، من خواستم براتون بگم که امیر ملا عمر بود، امیر تروریستا بود نه؟ بله. او امیر تروریستا بود، این حال مثلا مکتبه را خراب کرد، آثار تاریخی افغانستان خراب کرد. عین کار را که ملا عمر کرد، عین کار در وقت حبیب الله کلکانیم در افغانستان شده. درست است محمدتان هیچ. اما ما نمیخوایم که اجازه بده، ما نمیخوایم برتری یک شه بر دیگه ثابت کنه. ما آنچه که واقعیت بود دوره گفتم، بدون از اینکه خودم عطا گفتم قضاوت رو به شما میگذارم، هر وقت شما برداشت میکنین کاملا درست است، مربوط خودتان است. من احترام دارم به نظرتان. ما به نظر شما احترام داریم، بسیار ممنون. زنده باشین، مهربان هستین. تشکر. درست است، حتما کردم. تشکر بسیار، تشکر، مهربان هستین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام علیکم سر. من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم. مهربان هستین سر، خواهش میکنم. بسیار تشکر از گفتارهای خوب شما. مهربان هستین، خواهش میکنم. بفرمایید. ما امی عبدوی از طرفدار یکیش نیستم، ملا عمر و بچه سقاو. بله. تنها یک محص در گفتار شما دارم احترامم. خواهش میکنم. ایست که شما گفتین این نو ماه پادشاهی کرده و او چهار سال. بله. یعنی ایتر معنا میته که این نو ماه ظلم کرده از او چهار سال، او چهار سال. بله بله بله، گپتان درست است. ملا عمر چهار سال ظلم کرده، ستم کرده. کاملا کاملا درست است، من بهتون موافق هستم و ما هیچ کنم یعنی ایراد ما نداره که ملا عمر از این کرده برتر بوده باشه. بله بله، اگر حبیب الله کلکانی 5 سال 6 سال حکومت میکرد شاید یعنی ما امیره میگم آقا گپتان درست است. بله درست است، اما این بسیار زیادتر ظلم کرده ملا عمر. درست است، طول دوره زمامداری متاسفانه دوره حاکمیت یا تسلطش. درست است، یعنی او برتری نداره سر نه هیچ کدام، نه نه هیچ کدام، هیچ گپتان ملا عمر برتری نداره سر بچه
درست است، درست است. عبدوی عزیز پیش شما منفور هستند. کاملا درست است، منفور تاریخ هستند. درست است. تشکر. سلام علیکم سر. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله سلام علیکم آقای مشکل. من به خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. سلام احترام خدمت شما، خدمت همکاران محترم و خدمت تمام وطنای عزیز خود. مهربان هستم. آقای مشکل جان. فقط من یک دقیقه دو دقیقه وقت شما رو میرم اگه برام اجازه بدین. چرا نه؟ چرا نه؟ با کس تامین میکنه تاخیر میکنه. چرا نه؟ هزار دفعه بفرمایید. شخص سیاسی هم نیستم، چرا خدمتدارم نیستم؟ نه باعث اگه افغان اقدار ابراز نظر کنم چرا؟ آدم یک سوال همیشه در ذهن من خطور میکنه که من همیشه در می زمان حکومت کمونیستی هم در شهر کابل زندگی میکنم، در سال تا سال 1368 در شهر کابل زندگی میکنم. این سوال برای من تا امروز خلق میشه که دکتر نجیب چی نوع شخصیت و چی شخص سیاست مدار خوب بود، شخص خامیده بود، شخص صادق و وطن پرست بود، چی علت باعث بود که تمام افغانستان هم بردرش قیام کرده بود ولی آدم توانست که دولت مرکزی داشته باشه و بتونه مردم را تحت کنترل خود داشته باشه و حتی قدر فسادی که در امروز این حکومت هست در اون زمان هم فکر نمیکنم باید نظر بوده باشه. نه خیر نبوده. امنیت تمام شهر کابل اماتنای شهر کابل تامین کده بوده. درست است. ولی امروز اینا با تمام قوای خود، نیروی خود، با تمام پنج قاره جهان امروز اینا هست کمک میکنه. حتی خود مردم هم 98% مردم یا شاید 100% مردم در رسه تامین امنیت، در رسه همکاری، همکار دولت با دولت همکاری میکنه. ولی امروز اینا نمیتونه حداقل امنیت مردم شهر کابل حداقل تامین کنه. درست است. چی بود؟ علت از چی بود؟ ای آیا دکتر نجیب شخصی کنم فهمیده بود، با استعداد بود، دانشمند بود، سیاستمدار خوب بود؟ علت چیزه چی نفته بود؟ آقای مستقیم کشور شوروی همراهش بود، کمک میکرد و تمام افغانستان 98 و 99% مردم افغانستان برادرش قیام کرده بود و کل جهان هم پنج کار جهان هم درست است. بله تشکر بسیار. ولی تانش بله. پنج سال یا شش سال حکومت بکنم. درست است. تشکر بسیار بنینده ارجمند. این مسئله کارنامه دکتر نجیب، به خاطر ای که دکتر نجیب، کارنامه دکتر نجیب باید در چند مرحله ما مورد بررسی قرار بدیم. یک مرحله است که دکتر نجیب بایست عضو حزب دموکراتیک خلق یا یکی از اعضای پولیت بیرو یا دفتر سیاسی حزب دموکراتیک خلق بود، یکی دکتر نجیب که رئیس خاد یا استخبارات یا امنیت ملی افغانستان بود، یکی دکتر نجیبه که پسان رئیس جمهور افغانستان میشه، یکی دکتر نجیبه که با حضور نیروهای روسی در افغانستان چی کارنامه داشت، یکی دکتر نجیبه که با خروج نیروهای خارجی مخصوصا در 1.5-2 سال اخیر چنو افغانستان اداره کرد. بنابراین ای با 5 دقیقه و 10 دقیقه من فکر نکنم که بگنجه تا آدم بتونه ابعاد مختلف دوره زمامداری دکتر نجیب مورد غور و مداخه قرار بده. اینو میگذاریم برای وقت دیگه، برای اینکه برنامه امروز گنجایش سایر مطالب یا سایر موضوعات نداره. تشکر بسیار، مهربان هستین. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. جناب مسکینیار صاحب سلام علیکم. من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم. بفرمایید. امید است که داشته باشین. جناب محترم حکمت مسکینیار صاحب خواهش میکنم، خواهش میکنم مسکینیار. مسکینیار صاحب بخشین. سلام بوده. شما ببینین که من یک مسئله را به شما به مردم محترم و شریف خود میگم که همین زمان دوره ربانی که 6 سال بوده. بله. دوره زمان ربانی که جمله دورهای بسیار سیای افغانستان می باشه، به خاطر از اینکه در اون دوره یک حکومت مرکزی نبود، تقریبا در حدود 26 حکومت خانخانی در افغانستان وجود داشت. بله. شما بهتر معلوم است موضوع. بله. به خاطر شما در مطبوعات هستی این کار میکنه در شهر رود. ببینیم چی ظلم ها بود در افغانستان، چی جنگ ها بوده، چه خانجنگی ها بوده. آیا دوره ربانی با دوره طالبا که آمدن، درست است که مردم تاریک بودن، مردم ناپام بودن، مردم بودن که
از علم و از دیگه مسائل خبر نبودن، اقل افغانستان هست و اینا خو گرفتن نگوهدت ملی رو به وجود آوردن، اما جنگ در مقابل کی میکردن؟ کی رک پشتن؟ درست است که مکاتب بسته شد در مقابل زنا فدن، مکاتب زنا بسته شد و با شما بیخی متفقر هستم، اما در مقابل که جنگ میکرد؟ در مقابل همه اشخاصی که در دوره ربانی سر قدرت بودن افغانستان را کرکت کردن، اونا که خود مقاومت میگن چی مقاومت؟ اینا در مقابل طالبان مقاومت نپرستن کرده، ببینین تمام قابل رها کردن به طالبان و اینا رفتن طرف شمال و در راه همه پلای افغانستان را تراندن، حتی به تونل سالنگ هم رحم نکردن، او را هم تراندن بلابلای هم تا به حویدین است تمام پلا را پرچکار یا پراندن تا او وقت و اینا آخر هم ببینن که افغانستان از دون عزیز اینا رفتن مقاومت چیست؟ اینا به زور بی 52 آمدن به کابل و تیر هم ببینن یک کشت بسار کوچک تر مردم مکمت میکنه به قدرت امریکا تر مردم دیگر و تمام همون خواهشات مردم دیگر مردم افغانستان زیر پای گذاشتن، فقط مردم افغانستان هیچ از خود حاکمت صلاحیت ندارن. منظور اجازه بدین. نه کاپیتان درست است. نه به طرفداری نمیکنم. ما شما نه. کرده ببخشید. کرده 15 سال حکومت کرد. او عبدالله میقدر یک اجرایی چولر. او میقدر اکبرجا کرده میگه رئیس جمهور نه. یک آدم نه معقل گفت. بگوین که جناب کرده گفت. ما یک نگاه انداختیم، نظر انداختیم به واقعاتی که در یک هفته یا در روز گذشته در افغانستان صورت گرفته. ما دیگر امروز نامدیم که تاریخ حلاجی کنیم و دورهای مختلف مورد غور و مداقه قرار بدیم، مثلا دوره 6 ساله حکومت یا زمامداری آقای ربانی را با طالبان مقایسه کنیم و یا ای که دورهای گذشته را یا ما بعدش یا دوره حکومت حامد کرزی. اما یک گپ است که اونم حامد کرزی بر شکلی که بود ولو که در انتخابات تقلب هم کرده بود، اما اکثریت مردم افغانستان با حامد کرزی رای داده بودند. این آدم فراموش نکنه تقلب کرده بود، اما تقلب نبود که اگر تقلب نمیکرد رئیس جمهور نمیشد. در اون صورت هم اگر تقلب نمیکرد هم میشد. نهایت چون هر کس امروز متاسفانه از موضع یا از آدرس قوم خود صحبت میکنه، هر کس که تلفن هم میکنه آدم میتونه، در حالی که من امروز خدا را شاهد میدانم که من یک نفرم احساس نکردم که از آدرس یا از یک نشانی خاص صحبت کنه. من بسیار خوش هستم از یک هموطن که از لندن زنگ زد و من گفت که شخصا من مسعود خوش دارم یا مسعود دوست دارم، اما نظر خودم را کرد اترا او خود نیست کال شما یک آدم یخنشه ببینید تو چرا فلانی زمامدار خوش داری. امروز به نام ایدئولوژی و به نام ایزم و به نام مکاتب سیاسی وطن ما شما ببینید که به چی حال روز افتاد، خواه عذاب و جناها و جریانات چپ بود یا راست بود یا راست افراطی بود. ما اینجا برای این آمدیم که تمام صفحات تاریخ حلاجی کنیم. من امرتون کاملا هم نواستم. همین طالبا مولود یک دوره بسیار تاریک و سیاه است که این دوره سیاه و تاریک دوره حکومت رهبران جهادی در افغانستان بود. این را هیچ کس نمیتونه کتمان کنه و این به این معنا هم نیست که یکی را بر دیگر ما شما ترجیح بدیم. متاسفانه افغانستان پس از هفتم ثور تا امروز مردم افغانستان گفته مردم در آتش خون شناور هستند، مردمی که حتی نتانستند به کوچکترین حقوق خود که فقط زندگی کردن است در یک فضای امن و فضای صلح اونا نائل بیاین. از این خاطر مشکل است که آدم چی کنه و شما هم بر من خورده نگیرین و نگوین که ما گویا جانبداری از یک کسی کردیم، برای اینکه دوره که اینا در افغانستان بودن در دوره اینی چی کار. هیچ وقت شما نمیتونین یک کتاب 100 صفحه‌ای تاریخ، شما نمیتونین 20 ورقش که مربوط یک دوره خاص است او را از تاریخ قطع کنین. خواه خواسته باشیم خواه نخواسته باشیم، رویدادها وقایع و آنچه که در افغانستان گذشته این درج تاریخ است و ما نمیتونیم فقط، شاید شما در خانه تان اگر کسایی که خواسته باشن یک دوره خاص از تاریخ حذف کنن،
به این معنا نیست که تاریخ اونا حذف کردن، اونا فقط هم بود تاریخ در پیش خودشان در تاق مانده شده بود، اما صفات چه پس میکنن میگه ما نمیخواییم این دوری بسیار تاریخ و سیاره دیگه بعد اصلا چشمم بفته به این تاریخ سیاه، برای اینکه من خودم هم در این بدبختی ها و بیچارگی های مردم و کشور افغانستان و در ویرانی افغانستان ما سهم داشتیم. این مسئله جداگانه است یا ایست که ما نمیتونیم که فقط با یک تغییر ظاهری ذهنیت مردم نسبت به خود یا قضاوت مردم نسبت به خود تغییر بدیم. هموس میگن که به هر رنگی که خواهی جامه میپوش، من از طرز خرامت میشناسم. دیگه ما نمیتونیم که با تغییر لباس یا با صحبتهای بسیار مصلحانه یا مردمی بتونیم دل مردم از خود بسازیم و یا یک خود در نزد مردم محبوب بسازیم، برای اینکه نام که از ما برده میشه فورا هر کس به گذشته ما برمیگرده. اتو نیست که کل ما شما با کل ما در دسامبر سال 2001 تولد شده باشیم. نخیر متاسفانه ایده از سیاسیون ما فکر میکنن تاریخ افغانستان از دسامبر سال 2001 تولد شده و این دوره گذشته را هیچ وقت سرش صحبت نمیکنن. ما سال امنیت از کشتار، از ویرانی، از بیچارگی فقط در دوره های از دوره های صحبت میکنیم که با او دوره ها ما سر سازگاری نداشتیم، بدون اینکه به عقب برگردیم و کارنامه های سیاه خود یک بار مرور کنیم. بریندار جمعان هموطنان گرامی، ما با وجود که وقت ما پوره شده یکی دو تلفن دیگر را میگیرم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. آقای مسکری سلام. من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم. بفرمایید سر. زنده باشید. کوتاه میخوام یک چیزی بگم. من کابلی هستم. بله. پدر کابل بودیم. بله. بسیار به زبان دری خود افتخار میکنم. دری گپ میذاریم. وقتی که ما خرد بچه ها بودیم، زمانی بود که مثلا با گفته یک تعداد کسا که مامزایی ها سر قدرت بودن، بله. اونم اومده، نه پدر ما مامزایی بودن، نه کدام مامزایی ما هم سر داشتیم، اما همین بزرگ ها و ریسفیدهای ما اینمی به چیز قوم به چیز قوم میگفتن و دوریش بسیار سیاه و تاریک اینمی رو معرفی میکرم. بله. او نه زمان زور بود، نه کس کسا میبرد، نه کس کسا بندی میکرد، نه دگه میکرد. اینمی آدم در تاریخ را که یاد ما میایه کمی بزرگای ما، همسایه ما، ریسفیدهای ما، اینمی آدم را بسیار اگارند و منفور معرفی میکرم. دیگه امروز از اون گرفتن به طور مثال یک قهرمان ساختن و دیگه ساختن که این است آن است. حالی در اون دوره یاد ما میاد بعض وقت میگن که مثلا 40 سال حکومت فلانی چی کرد. من در 40 سال خیاد من همه که در روزه یک کس تک تک کده باشن، اما بعد از اینکه هم نو حکومت از دست دادن رفتن حکومت های دیگه آمد، زندان ها از مردم پر شد، قتل قتال به اندازه شد که یک پرسان نکو. دوره سیاه مسعود تاریخ هیچ کس یاد هیچ کس نمیره که چی حالت دوجه بود. و بعضی ها که میگن که طالب ها آمدن و مکتب ها را بسته کردن، مکتب نمونده بود او باره. ما خود کابل بودیم هم وقت مکتب نمونده بود، مؤسسات دولتی نمونده بود، همه چور شده، همه رفت. و می طالب جنایتکار که من خودم شخصا طالبه، بعد میبینم این هم نظرشان نیستم، این به اولا نمیتونم بسازم، به این مردم هیچ چیز نمان. بعد این مردم یک نسبی یک امنیت خوردن، یک طالب به امراه یک چوب خود در تمام شهر میگشن، حتی کس مهد نبود به کس، حتی در وقت از اینا دو زدن فاش دادن حرام شده بود. دیگه بعضی ها مملای قومی خود میارن و این چیزها رو پیش میکنن. همون مردم بیطرف بودیم، همون مردم بیطرف باید بانیم قضاوت بکنیم، همین خود ما ببینیم. و دوم امروز همین روز شهیده که اینا تجلیل میگیرن، ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم، اون مردم مسلمان چرا بعد از رد امام حسین شما تبیل میکنیم؟ شهید اونو بود. و وقتی که شما هر کس رحمت الله علیه میگن، همین جوانای ما، همین بچهای ما صبر از خال بودن که برای رحمت الله علیه کی را میگن، اونا چی بودن دیگه؟ چیز از این یک ذرم از این حساب قومی و سمتی باید ما دست بکشیم، همین حقیقت را ببینیم. دوره تاریخ، تاریخ افغانستان از 700 شروع شد و به اندازه تاریخ تر در 800 شد که اصلا نیز گفته نمیشه. دیگه اینا اردوشان باید بهتر چی شدن. و این دوم که آمد کرده اگر فزاره که ملا عمر باید شدن، صفحه جنایتکار است. هر جنایتکار باید قهرمان شد افغانستان شد، هر جنایتکار باید مقبره ساخته شد. چرا نشد با ملا عمر هم شد، با افزیلامین هم بکشن بیارن، او بیچان هم قبر ندارن، بس او ده کجا افتاده.
دیگه اینا همشه با سرچی بکنن یا ایست که مردم خودش تصمیم بگیرن. مردم بیطرف افغانستان قسم براتان میخورم، مردم بیطرف افغانستان نه هفت ثور قبول داره، نه هشت ثور قبول داره، نه این جنبش های پشتوین قبول داره، نه این جنبش های تاجک و ازبک از آره قبول داره. کلی مردم فهمیده که کیا بودن سرشان تجارت کرد، کیا بود که از اینا پول ساختن. امروز یگانه کس که در بین از اینا هیچ چیز نداره استاد مزاری است که نه مادرش بیچاره ایران بود، حتی پیسی دوای خدا نداشت، نه با فرزندش چیز مونده، اما با مسعود میلیاردها دلار به پدرایش مونده. بچه مسعود داشت هفت موتر زده گلوله میگرده. چی رقم در افغانستان هیچ چیز نکرده؟ از کجا بود سر؟ کجا از یاشق بود مرگم برنامه رضی قفایی سمیداد که بیادارش رو میپرانند؟ تشکر بسیار، مهربان هستین، تشکر، زنده باشین. تشکر بینید ارجمند که ابراز نظر کردین. هموطنان عزیز و گرامی، شما میفهمین که ما شما در یک جامعه